میتونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. نه با اره، با یه چاقوی جیبی. این متن آخرین اپیزودی از پارکست مهدی بورباغریه که خودش و زنش رو به بدترین شکل ممکن میکشه. هرچی پرونده جنایی تو این مدت بررسی کردم و بذارید کنار و این یکی رو بذارید رو تاخچه، مثل یه پرونده خیلی خاص که بهمون یادآوری کنه که انسان چه مخلوق پیچیده و عجیبیه. این شما و اینم مهدی پورباغری، کسی که مدت‌ها پادکست‌های جنایی می‌ساخت و صداش برای خیلی آشناست، علل خصوص کسایی که آخرین شاهد رو دنبال می‌کردن. مهدی سبک خاصی برای روایتش داشت، همیشه خودش رو جای قاتل قرار می‌داد و به جای اونا داستان رو روایت می‌کرد. من حامد فریوه هستم و اینجا کفن پیچه. مهدی پورباغری در 34 سالگی و همسرش باران که تازه 33 ساله شده بودن تصمیم میگیرن به کانادا مهاجرت کنن. البته مهدی که جزء نوابغ کشور بود و با یه رتبه خیلی خوب وارد دانشگاه صنعتی شریف میشه و بعد از اونم بورسیه میگیره و به کانادا مهاجرت کرده بود. خیلی تلاش میکنه تا همسرش رو هم به کانادا بیاره تا با هم به ادامه زندگی بپردازن که 3 ماهی بود موفق شده بودن در شرق کانادا مستقر بشن. وقتی به عکسای این دو نفر، یعنی این زوج خیلی ناز و شیک نگاه میکنیم، باورمون نمیشه که یکیشون بتونه دیگری رو تکه تکه کنه و چند روز تو چمدون نگه داره تا سر فرصت ببره بندازه یه وری. همینقدر عجیب و شوکه کننده. اما واقعیت اینه که آدم ها میتونن برخلاف گذشتهشون خیلی غیر قابل پیشبینی باشن. مهدی یه پسر خوشقلب با یه صدای گیرا که پادکست‌های جنایی میساخت. همیشه قبل از شروع کارش به شنونده‌هاش تذکر میداد که اگه سن کمی دارن یا ناراحتی قلبی دارن بهش گوش نکنن، چون حاوی صحنه‌های جنسی و همینطور قتل و جنایت‌های فجیعه. خیلی ها با صدای مهدی به سمت پادکست های جنایی اومدن. تو کار خودش یه پیشگام بود و کارش رو عاشقانه دنبال میکرد. مخاطبای زیادی هم داشت انصافا، خیلی، همچین چند هزار نفر. جالب اینجاست که مدت ها بود روی پادکست جنایی کار میکرد به اسم آخرین شاهد و تقریبا همه شنونده ها منتظر بودن تا زودتر قسمت جدیدش بیاد و بتونیم از شنیدنش لذت ببریم. همونطور که قبلا گفته بودم تو اپیزود آخرش دقیقاً در مورد قتل یه زن صحبت میکنه که مسله شده و چقدر شبیه داستان واقعی خودش. باورتون میشه این قسمت از پادکست تو همون روزای ارتکاب قتل ساخته شده و دقیقاً شبیه اتفاقی که برای خودش و همسرش افتاده. متی همسرش رو به هر دلیل سر میبره و ما بقیه اعضای بدنش رو تکه تکه میکنه، داخل یه چمدون بنفش میکنه، یه کلاه مثل همیشه سرش میذاره، هنسفیری همیشگیش رو به گردن میندازه و خیلی خونسرد اونو به نزدیکی خیابون واتر رو میبره و در همون نزدیکی رها میکنه. جسد در تاریخ 16 جولای کشف میشه. دوربینا توسط پلیس بررسی میشن تا به 10 جولای میرسن که مهدی با همین چمدون در حال اومدن به این خیابون بوده. البته کشف باران بعد از کشف جسد خودکشی کرده مهدی بوده. پلیس اوایل فهم میکرد با یه پرونده قتل و آدم ربایی طرف، اما وقتی جسد باران کشف شد و دوربینا چک شد مشخص شد قاتل همون مهدیه. مهدی با یه خودکشی دراماتیک این پرونده رو میبنده. اما واقعا چرا؟ بعضیا میگن خب به خاطر افسردگی بعد از مهاجرت. بعضیا میگن بررسی و موشکافی پرونده‌های جنایی کم کم تو مغز مهدی رخنه میکنه و اونو به یه آدم دیگه تبدیل میکنه. به نظر میاد با این احوالات منم باید نگران خودم باشم، چون منم خیلی پرونده‌های جنایی قتل جنایت دارم بررسی میکنم. حالا نظر خودتون کامنت ها بگید ببینم چند چند.
مرسی که تا اینجا کار با من بودید و صدای منو تحمل کنید. لطفاً اگه سابسکرایب نکردید الان وقتشه. زنگولی کنارش هم بزنید تا همه پرونده‌های جنایی که بررسی می‌کنیم و شما هم بشنوید. تا بعد، خدا نگهدار.